درود بر شما. احساد یک و نیمه دیگه، همینه دیگه. من همین الان استارت بزنم به عدد. حالا توی چطور؟ آقا اینجا کانال منه، کانال موجوده نیست. قرار شده که جمعه ها از این بعد من آشپزی کنم. بله، درک کنه ببینه چقدر سخت آشپزی کرده. این غذایی که من درست میکنم و بذارم توی کانالم و موجوده تست کنه. من آشپزیم خوبه، درسته حالا غذا زیاد درست نکردم، ولی کارم رو بلدم. امروز تصمیم گرفتم براتون عدس پلو درست کنم. چون عدس پلو غذایی که من دوست دارم و میتونه قوت قالبم باشه. هر روز یعنی شما عدس پلو من بدی من میخورم. تا حالا چیا پختی؟ نه جدی، آشپزی نکردی اصلا. بله، قیمه درست کردم، ماکارونی درست کردم، خب اولویه درست کردم. ما که ندیدیم تو این 5-6 7 سال. مرغ مثلا با بچه‌ها درست کردم، یکی کنارم بوده با هم دیگه مرغی درست کردیم. امروز تصمیم گرفتم که براتون عدس پلو درست کنم، یه عدس پلو خوشمزه. حالا برم بگردم ببینم عدس پلوی خوشمزه رو کجا میتونم پیدا کنم. مگه شکار خواهی بری؟ به نظر عدس پلو اوه رسپی. بله. به نظر عدس پلو کجا زندگی میکنم بریم شکار کنیم؟ هار 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 هار. وای وای وای. خب بچه ها بدون فوت وقت، امروز میخوام بریم براتون عدس پلو درست کنیم. برم بگردم ببینم یه رسپی خوب پیدا کنم، رسپی که من دوست دارم، یعنی میبینم خیلی خوشم میاد، خیلی خوشت بیاد، ببینم همونو پیاده میکنم براتون. با من همراه باشید. کانال مجلو هست عدس پلو. دوست نداری از آموزش های من بهره ببری؟ دخالت کوچکترین دخالت نکن. من کامل درست میکنم، شما بیا تست کن. پچره من دارم آشپزی میکنم میای کامنت میذاری؟ من حرف میزنم که مردم نگن که این کیه برم نمیاری حرف نمیزنه. باش کوچکترین دخالتی بکنی میزنم زیر قابلمه قابلمه به سخت گفته باشم. مولا پیدا نمی کنی دستورشو. نه ببین من کلیاتشو بخوام بگم خودم بلدم. بذارت بگم، اول که باید گوشت چرخ کرده و پیاز و اینا رو با هم قاطی کنی که بشه اون خوراک، اون چیزش، اون کنار عدس پلو با کیش‌پیش و اینا. اون که هیچی، عدس هم فکر کنم باید قبلش بذاری یه ذره بپزه نرم بشه. خیلی نما بذاری نرم شه، چون میره تو برنج خودش دوباره نرم میشه و له میشه اونجا اگه خواهی زیاد بپزه. اوه عدسه که پخت، برنج رو میذاری یه ذره عدس می‌ریزی یه ذره برنج، کار در میاد، تموم میشه. فکر نکنم انشالله سخت باشه. حالا هفته های بعدی قراره هر هفته یه غذا من جمعه هر جمعه نهار با شماست دیگه آقا. بله. این هفته قراره براتون عدس پلو درست کنم، هفته بعد میخوام برم به سمت فسنجون. اوهو غذای سخت چالشی دیگه، چون من همه کارا رو بلدم. آره دست پختم 100% خوب میشه انشالله. ببینیم و تعریف کنیم. عدس پلو معتقدم که ظاهر غذا و اندازه طعمش خیلی مهم و تاثیرگذار. اینجوری میخوام برات درست کنم؟ شما حتی اگه برای اولین بار میخواین یه چیزی رو امتحان کنید حس خوبی نسبت بهش، هر کاری دوست داری میتونید بکنید. خوشت میاد اینجوری؟ امروز آشپزخونه در اختیار شماست. ببینم به آشپزی علاقه من میشی یا نه. همینو میرم من دیگر. آقا یه چسب بیار بزن دهن من. گوشت شرخ کرده رو بزنیم بیرون یخش باشه. مگه صفت نیستن گوشت تو فریزر؟ مگه نی شما باید اینو بندازید توی پلاستیک. فکر کردی مثلا عقلت رسید؟ منم که اینو اینجوری بندازم تو آب، ولی تو هم هر هر بریشه من بخواهم. نه عزیز من، این خبره نیست، اینجوری نیست که تو. من یک کاری کنم مزحکه دست عموم شد. بله اصلا این غذا رو من درست میکنم، شما یه کانال آشپزی هم میزنم، من آشپزی مفرح با محسن. همون نمیخواد جمعه ها با محسن رو برو. ببینی که من چه آدم شاد و بامزه هستم، ولی از دست این موجوده اعصاب برام نمیمونه. بیدی شما خب میذاری اینجا تا چی بشه یخش آده باده بیوشه. آده باده بشه. آشپزخونه تو برای چهار، برای پنج نفر، ما برای دو نفر باید دو تا پیمونه برنج بذاریم. درسته؟ بله. یه دونه دو تا کافیه عدس... که شب هم بخوریم. عدس 1.5 پیمانه. خب ما این عدس رو میکنیم 1 پیمانه. وقتی برای 5 نفر 1.5 میبره، برای 2 نفر یه دونه پیمونه میبره. عدس 50,000. عدس ها، عدس اینجا اینجا پودمودو هست. لوبیا اینجا. خب لوبیا اینجا، عدس هم باید اینجا باشه. عدس کجاه؟ ببین همه چی رو گذاشته اینجا، لوبیا اینجا، نخود اینجا، نمیدونم لوبیا چشم بلبل اینجا، ولی عدس اینجا نیست. چرا؟ اون درش بازه نریزه.
چرا عدس اینجا نیست؟ پشتمون زرعال میشه. اونم پیدا کردم. خودت پیدا کردی. یه کلمه حرف بزنی همه چیو میکوبم به دیوارا. ساکت. باید میذاشتم تا پنج بعد از اون مال عدس بگردی. میگم من همه چی میدونم کجا این عدس. آره. تو چیکار داری؟ من همه چیزم چشمه. آشپزی بود. اصلا یه دونه برام ساخته شده بود. این یه پیمانه عدس. ما این عدس رو میریزیم تو آه. پاکه دیگه انشالله. تمیزه دیگه. پاکه نمیخواست بکنیم. بسری چیزایی دارم میبینم دو آب. عدس رو میشوریم ما. بله قبل از هر چیزی که ما بخوام بخوریم این یه فرهنگیه که باید جا بیفته. همه چیز رو باید شست قبل از خوردن. حتی عدس. عدس رو به چی میخندیم؟ من نمیدونم حرف خنده داری زدم. گفتم عدس رو باید بشوریم. مرسی. این عدس رو ما میذاریم خوب بپزه. خوب بپزه. این برای ما درش رو میذاریم تا عدس بپزه. لوبیا پلو داریم. ما میریم سراغ عدس ها ببینیم که به چه نحوی شده. بله میبینید که عدس ها پخته. درسته. نمیخواد آموزش بدی. مرسی. هم که خود میپذید عدس ها پخته شده. شما اینو زیرش خاموش میکنیم. میری برای مرحله بعد. اینم این خانومه چی گفت؟ شلام روب داریم شلام؟ بله دوست چرخ کرد. پیاز هم که داریم. عدس هم که داریم. خب بگو دیگه. خب این گفته گوشموش رو درست میکنیم. برنج هم میذاریم کنارش. خب برنج رو بذاریم کنارش سرد میشه. پس ما تصمیم میگیریم که اول برنجمون رو درست کنیم. برنج هم خب قابلمه هم که عدسیه که دارم دیوونه میشه. من میگم عدس رو خالی کنیم توی ظرف تو همین برنج رو برپا کنیم. نظرته؟ درست میگم؟ عقلت رسید. یه آفیش خودتون عقب خریدین رو بذارید اینجا. قبل خریدید عدس رو میاریم. عدسی که گذاشتم پخت. خودم گذاشتم پخت. خودم رفتم سر زدم بهش. این عدسی که خودم با دستای خودم گذاشتم پخت. احساس میکنم یه مقدار زیاده. پیمانه این صدایی که بعضی وقتا میاد صدای دمپایی منه. من کار برم نمی کنم. برنج دودی هم خاطیشه و این دو تا پیمانه بریم. یکی دیگه هم بریز شب بخوریم دیگه. نه گفتم دخالت نکن تو کار من. دارم دیوونه میشم. برای چی؟ مگه من راه اشتباهی دارم؟ من راه درست دارم. ببین یه متدی میخوام بهت یاد بدم. اینو فقط من میدونم چون مامانم بهم گفته. شما اینقدر برنج ریختی درسته؟ خب حالا میگی وای آبش رو چیکار کنم؟ شما آبو نشکا میکنی اینجوری میکنی. ببین برنج پختم. شما آبو میریزی خب برنج شستی. انگشتشو میکنی تو آب. انگشت تمیزه تو. ببین باید تا اینجا باید تا دو تا بند انگشت آب داشته باشه که برنج شما خراب نشه. ببینید مشاهده کنید بند انگشت تو یاد گنده دو تا بند هر کی بند انگشت خودش انشالله این کارو در میاره. ببین این رسپی برنده است. کاش روغن سرخ کردنی مثلا نمیریختی کنجد بریز روغن. والا 50 تا روغن جو گذاشتی من نمیدونم کدوم. کنجد زیتون سرخ کردنی. شما برنجی که گذاشتی یه مقدار روغن میریزی که کارش بشه. اگه نریزی کارش نمیشه. این چیه؟ هروئینه؟ آرد برنجم. برنجم آردو آدم باید نمک رو بذاره اینجا. یه مقدارم شما نمک رو میریزی. اگر دیدی موقع غذا خوردن نمک کمه دوباره نمک رو میریزی. قاشقی که قبل برای عدس گذاشته بودم ببینم پخته یا نه یه هم میزنی به این برنج. کاش قاشق فلزیو نکشی تای قابلمه. خب ما یه دری داشتیم. در رو میبین. آها ماش عدساتون هم میزنیم بر خودش یه گوشه که کاراش بشه. برنجو آب دوش بیاد قلقل کنه چون برنجو ما میخواهیم درست کنیم. حالا فعلا که این گذاشتیم آبش توش بیاد. حالا میریم سراغ چی؟
اینجا اونجایی که باید بریم سراغه گوشت و پیاز. آقا این برنجی که تو دارم میگی کته است، این عدس ما باید بریزیمش کته با عدس. خب این کاری نداره که هر کاری دوست داری بکن. من میخوام عدس پلو لپولو درست کنم برای خب هر کاری دوست داری. قاطی شما گوشتی که گذاشتی تو اون ظرفه دیگه آب بگیر که نمشه اینو میاری میذاری. این صدای بود گفتم اینه. شما پای بسم الله زیرش رو روشن میکنی. روغن الان نباید بریزی دوست من، روغن الان بریزی اتفاقای ناجور میفته. روغن شما بذاری ظرف گرم بشه یه مقداری که بخار ازش بلند شد اون موقع روغن رو اضافه میکنی. و برای آشپزی شما باید یه دونه عینه داشته باشی که نزنی کف ظرف. روغن باید بذاری گرم بشه دیگه، الان بریزی چه فایده داره؟ یس شف، شف بین المللی ها فارسیش یادشه. آی نریزی روغنو. میخوای برات بنازم هوا؟ نه دست در نکنم. من کارم یه مدت آشپزی بوده. آره ولی این صدا بلند شه یعنی شما کار درست انجام دادی. گوشتو آقا این دوربین ما نداریم؟ نه این من زدم اینجا که فیلم بگیرم از خودم. نمیخواد، من که آموزش آشپزیه. این شما جمعه اومدی برای ما غذا بپزی، یه روز تو هفته ما آشپزی نکنیم. یه فرده این زدم این برنامه رو اگه همه نمیانه گفتم محسن برای کانال بزن خوده. آره پیاز رو نصف میکنی دوستان من. خیلی کارا رو تو بلدی رو نمی‌کنی. درست می‌کنی باید عشق بورزی هم به خودت هم به غذا هم به مخاطبین عزیز. دوستان عزیز شما هر چی حرفه‌ای تر باشی اینو تندتر می‌کنی، بالا پایین می‌کنی. یه بعضی وقتا مورد داشتیم که یه ذره هم پوست دست رفته، ولی خب اب نداره، پوست دست خودت دیگه تمیز بشورین که اگه یه مقدار پوست دستتون زرد می‌خورینش به نظرم کافیه دیگه. این قسمت از پیاز خوردنی نیستیش. دوستان عزیز نمک رو هیچ وقت اضافه نکنین اول به گوش، چون تمام چیزایی که من یاد دادم در زیر سوال میبره. من میدونم چرا اضافه نکنین، گوشت چرخ کرده است. شما نمک رو که الان اطلاعات غلط نده به مخاطب. شما آشپزی تو بکن. اینجا کانال منه، رسیپی رو من میدم، شما تو کانال خودت هر جوری دوست داشتی دست میگیری. دوستان عزیز نمک رو هیچ وقت ابتدا به گوش اضافه نکنید. این اشتباه رو نکن، این اشتباه رو کنید گوشتون نمیپزه دوستان. این مال گوشت خورشه نه گوشت چرخ کرده. حالا گوشت پخته حالا بله از بشقابای پیریل استفاده میکنید، خیلی بشقابای خوبیه توش میتونید پیاز رو خوب رنده کنید. اینا رو میزنیم با هم یه مقدار که پیازاتون طلایی رنگ شو شما با چیکار کنید؟ رب با اضافه کنید دوستان خوشگل من. الان من میخوام برم رب بیارم براتون. گوشتم نسوزه. وای وای برنجم برنجم رفت. خب رب ما یک قاشق غذاخوری یا امام زمان رب رو اضافه میکنیم. کافیه؟ اوه 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 چه بویی داره بلند میشه، چه بویی داره بلند میشه. به به ما یه متدی که داشتیم برای ماکارونی شما همیشه درست میکنم باید چه بویی در اومد. باید این برنجی که خالی میکنید شما، گفتم این ظرف کوچیکه. چرا؟ یه آب سرد بس. یه آب چه سرد چه خبره روش. اون همه سوختم. یه آب سرد میگیدی روش که این ببنده، اگه آب سرد رو بگیری روش میبنده دیگه درست. شفته نمیشه. حالا میریم سراغ ادویه ها. زردچوبه دوستان خوشگل من کم من هنوز ریختم. مگه میگی من چشمی همه چی کار میکنم؟ نمک مخصوص عدس پلو کم ها اون زیاد میاد. فلفل سیاه بورو بسک دارچین چون سنگینه بعد قالب بوش کم میریزی بر نمیداری دارچین رو خالی کاری هم فکر کنم جواب نه. ببین این متد مخصوص منه کاری. شما کاری رو بریز توی عدس پلو ببین خوشگله من چه قوقایی به پا میکنه. من احساس میکنم که این تقریبا
مایه عدس پلو ما تقریبا درسته، فقط مونده که کیشمیش رو اضافه کنیم. کیشمیش دوستان، کیشمیش میدونیم که قوقا میکنه تو عدس پلو شما به اندازه‌ای که مصرف میکنیم. مثلا ما زیاد کیشمیش دوست نداریم، انقدر دوست داریم. کامل این دیگه درست شد تقریبا. اینو من خاموش میکنم. من تصمیم گرفتم که برای تدیق سیب زمینی بذارم. سیب زمینی همیشه جوابه. توی زمین محدوده شما چند دقیقه؟ هر 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 الکی این چاقو مناسب پوست کردن سیب زمینی نیست، باید چاقوی کوچیک‌تر من می‌آوردم. حالا اشکالی نداره دیگه. ببین شما بعضی وقتا اینجوری گیر میکنه سیب زمینیتون، شما این دسته که بیاری ناغافل دستت میبره. شما چیکار می‌کنی؟ این کار رو انجام میدی. روغن کردی یه مقدار میچرخونی، اجازه میدی که این روغن به جیلز و بیلیز بیفته. دوست قشنگ سیب زمینی قشنگو میندازیم زیر کارمون. اینجوری خانم مزاحم نشو لطفا. میذاریم این زیر. حالا اینجا با دست من ببین یه آشپز حرفه‌ای همه کاراشو با دست میکنه. یه مقدار برنج، یه مقدار عدس. درست. یه مقدار از اینا. دوباره دستای تمیز، یه مقدار بره. این ظرف کوچیکه برای خراب شد نگی تقصیر تویا. حالا ما از تجربه آشپزیم استفاده میکنیم و یه مقدار برنج دیگه روی این میریزیم. یه این برنج دیگه تقصیر مژده شد. من گفتم کافیه، مژده گفت منی نونه هنیم. اینو شما اینجوری با روزنامه با همه چی روزنامه؟ بله با روزنامه میشه درست. سربش بره تو غذا. حالا دیگه گیر کردی میتونیم با روزنامه هم درست کنیم. ولی شما نذاریم دم کنی استفاده کن. اینو میذاری؟ آی ننه قابله منشو ببین چه گوگولی شد. برنجتون دم بکشه. دوستان عزیز یه تشکر ویژه میخواستم از شرکت کاله بکنم به خاطر این خامه‌ای قشنگی که زده. بعد 45 سال پاکت خامه رو بالاخره عوض کردن. شما قاشق رو میندازی تو خامه میخوری دیگه، هی نمیخواد فشار بدی، هی نمیدونم بریزی تو ظرف، بعد مهمونت خامه نخوره دوباره اونو باید برگردونی. نمیشه، خامه میمونه زرد میشه. این باز 30 سال پیش شما این طرح میدادی که خامه رو هر چقدر میخواد بخوری، ولی اینجوری چی بگم مصرف خامه تو میره بالا. اینو میخوری درشو میمندی میذاری یخچال. دوستان عزیز اگر از متد آشپزی من و کلن برنامه آشپزی من خوشتون اومد، کانال ما رو سابسکرایب کنید. به من بگید من هر روز براتون آشپزی میذارم و کانال مجدر رو آنساب کنید. خودم همه چی رو به تو آموزش میدم. نون، خمیر ترش، خمیر شیرین، خمیر شور، پیتزا، همه همه چی. آقا مثلا گشنمه. عدس پلو رو بین. ببینیم چه کردی؟ خدایی من کمکش نکردم. همه کارا رو خودش کرد. ببینیم میتونه قالبی برگردونی؟ یه مرحله خیلی سخته. میترسم بپاشه. این مرحله نمیپاشه. این مرحله شما میتونی دست بگیری. من میترسم خراب شه. این رسمی که شما یا علی وای این نپخ. کاروبین اول خواستم بدم تو تست کنی. استرسی شدم. بذار ببینم. یا علی یا علی بو و برنگو. عجب چیزی شد. بلدی بس نمی کنی. چی ساختم خدایی؟ خوب پختی برای اولین بار. خدایی من هیچی بهش نگفتم. بیا بشین خودت بخور. بگی ببینم انصافاً که ببین چی کار کردم خدایی. ببین قضا که با عشق پختشه اینجوری میشه. بلدی پس. خیلی خوب شد که بلدی، چون که من دیگه جمعه ها آشپزی نمیکنم. قراره جمعه با محسن باشه دیگه. آره خدا رو شکر. چی کار کردم خدایی؟ بگی نمت کرد. اجازه بخورم. ترشی هم کار خودم ها. آره تدیگا رو ببین تو رو خدا.
بدمزه است یا امام زمان قیافش رفت تو هم خیلی خوشمزه است راستشو بگو مزه مثل مال تو که نمیشه ولی خب کار در اومده به نظرم با اینکه هیچ کمکی من بهش نکردم یعنی هر کاری میخواست بکنه خودش تصمیم گرفته و اولین باره که داره همچین پولوی میپزه به نظر من کار جمع شده تدیگی که گفتی میسوزه ببین چه حرفه‌ای برات درآوردن آفرین بشر استادت خوب بوده تدیگو ببین شما کارو ببین واقعا خوب درست یعنی چون ببین محسن من تو این 7 ساله ندیدم پاشه برای خودش یه دونه نیمرو حتی درست کنه بخور ببین خودت دوست داری یا دستبالای منو دوست داری به دست مخت تو که نمیرسه ولی خوب شده مزه دستبالای تو رو نمیده خب به خاطر اینکه دم کردی دیگه قاطپلو کردی ببین من احساسم اینه که ترکیبات رو با هم اندازه نریختم یعنی چی؟ عدسش خیلی زیاده من عدس بالا برو عدس دوست دارم آخه من عدسش یه مدلیه ریزه ریزه آره خوبه دیگه عدس ریز باید بگیری اگه عدس گنده بود الان جز پوست هیچی براش نمونده بود خدایی ولی خوب شده خوب شده اولین بارت بود میپختی نه شفته شده نه خام مونده مزدش هم خوبه خدایی بگو سابسکرایب کنم پس حالا که اینطور شد دوستان اینم از عدس پلوی امروزمون اگر برنامه رو دوست داشتین لایک کنین و تو کامنت ها هم بگین که این برنامه رو ادامه بدم یا نه هفته دیگه براتون چی درست کنم با فسنجون اوکی این تا دیدار دیگر و برنامه خدایا رو